چه سعادتی نصیب من شده که در بهترین ساعات شروع سال و تحویل سال نو و شروع سال 1400 در سالی که دوباره در ادامه سالهای قبل همه موظف شدیم در حوزه اقتصاد تلاش بکنیم، این بهترین ساعت رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشم. شبکه ایران کالا همواره حامی تولید و تولید کننده بوده و در تمامی گفتگوهامون ما این حمایت رو همه تلاشمون رو کردیم که به عمل برسونیم. خب در ویژه برنامه امروز من چند گفتگو هم در خدمتون بودم، همینک با دو استاد دیگر و کارشناس بسیار عزیز و صمیمی شبکه ایران کالا گفتگو دارم. همزمان چهره آشنای شما هستن، در برنامه‌های چشم انداز با این عزیزان صحبت کردیم. امروز هم ما روز تحویل سال و خانواده‌اش اینا رو به هم ریختیم، گفتیم در کنارشون باشیم دوستان رو دیگه. بالاخره شعار سال دقیقاً تولید است و پشتیبانی و مانع زدایی، و گفتیم که در خدمت اساتید اقتصاد هم باشیم. آقای دکتر علی سعدوندی استاد اقتصاد و آقای دکتر پیمان مولوی هم فعال سرمایه گذاری، ایشون میگه بیشتر در حوزه سرمایه گذاری بگو، اما ایشون هم دبیر انجمن اقتصاددانان ایران هستند. هر دو بزرگوار حضور دارن. سلام، سال نوتون مبارک، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید شما. شما خب آقای دکتر سعدوندی از شما شروع بکنه. خواهش می‌کنم. بدون تعارف پشتیبانی از تولید، مانع زدایی، پشتیبانی در کدام نکات باید اتفاق بیفته؟ موانع چیست آقای دکتر؟ کدام موانع باید حذف بشود؟ بسیار خوب، اولا تشکر میکنم از شما، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، نوروز رو شاد باش عرض میکنم. میدانید که بالاخره با هر سختی آسانی خواهد بود و من امیدوارم که اگر سال 99 سال سختی برای مردم ایران و مردم جهان بوده و به خصوص برای مردم ما، چون هم تحریم داشتیم، هم بحران کرونا داشتیم، هم متاسفانه بحران تورم، امیدوارم سال 1400 عکس این باشه، یعنی ما بریم به سمت آسایش و آسانی، و اگر که در نوروز سال 1401 امیدوارم که یک مقدار متفاوت باشه جو برای مردم عزیز ما. یک دوستی میگفتن که یکی از مزایای سال 99 این بود که بالاخره تموم شد و الان ما وارد سال 1400 شدیم. جناب آقای دکتر پرویزیان، من به نظرم سال گذشته که نامگذاری شد تحت عنوان جهش تولید، به نظر بنده بسیار مناسب بود این نام، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خیلی متفاوت بود از انتظارها. ولی یک نکته مثبت در این نامگذاری سال جهش تولید من دیدم که این مسئله جا افتاد شاید در جامعه، که اگر واقعا میخواییم که وضعیت اقتصادی ما تغییر کنه، اگر مثلا میخواییم که وضع تورم در کشور تغییر کنه، بدون جهش تولید امکان نداره. اما سوال این هست که چرا موفقیت چندانی ما به دست نیاوردیم؟ هر چندان باید خدمت شما عرض کنم که نرخ رشد اقتصادی در نهایت مثبت شد، اما وقتی که اجزاء تولید رو میبینیم، مثلا میبینیم که بخش خدمات نرخ رشد تولید متاسفانه منفی بوده. امیدوارم که سال 1400 سال دگرگونی باشه. تا وقتی ایده های ما، فکر ما، نحوه تحلیل ما تغییر نکنه، ما به سمت توسعه نمیریم. ببینید، مسئله اتفاقا نام امسال هم با تلاش هایی که خود بنده سال گذشته انجام دادم، به نظرم خیلی خوب و هوشمندانه انتخاب شده. یعنی در زمینه مانع زدایی، در زمینه مقررات زدایی، جناب آقای دکتر پرویز جان در وزارت اقتصاد یک هیئتی داریم تحت عنوان هیئت مقررات زدایی. در سال گذشته تلاش های زیادی شد، هیچ کدام در عمل به نتیجه نرسید. یعنی حتی اگر مصوبه هم داشت، یا زیر مجموعه حتی خود وزارت اقتصاد اجرا نکرده، یا دستگاه وزارتخونه فلان اجرا نکرده، یا در دادگاه اون مقررات برگشته. من امیدوارم که در سال 1400 واقعا بریم به سمت مقررات زدایی. کسب و کارهای ما مقررات مزاحم به اضافی دیگه آید. بله مقرراتی که دست و پای تولید رو گرفتن. بله، ببینید، ما 2500 مجوز در کشور داریم. بسیاری از این مجوزها، من خدمت شما عرض می‌کنم، اغلب قریب به اتفاق این مجوزها متاسفانه مخل تولید هستند. اگر واقعا عزمی برای اصلاح باشه، در عرض چند ماه میشه این وضعیت رو کامل اصلاح کرد. آقای دکتر سعدوندی، شما سه تا موضوع رو عنوان کردین، سه تا مشکل که داشتیم ما در اقتصادمون. خب تحریم‌های ظالمانه، کووید 19، این دوتا خاصه ما نبوده، و تورم، یکی ابتکار خودمون بوده. بله.
درسته؟ بله متاسفانه اینطور شد. یعنی واکنشی که ببینید معمولاً واکنشی که سیاستگزاران به یک سری تحولات اقتصادی انجام میدن، یعنی واکنشی که میدن، این میتونه خیلی مشکل زا بشه. مثلا در دهه 1970 در بسیاری از کشورهای جهان تورم وجود داشت. الان که برمیگردیم عقب بررسی میکنیم، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که این مشکل تورمی که در 1970 بوده به خاطر واکنش‌هایی بوده که بانک مرکزی نشون داده. ما در ابتدای امسال بالاخره توصیه‌هایی شد، برخی از حتی از اقتصاددانان اومدن توصیه کردن که شما برید به سمت سیاست‌های پولی انبساطی. کجدار و مریض، باز دولت کامل نپذیرفت. اگر میپذیرفت وضعیت الان خیلی بدتر از امروز بود. کجدار و مریض پذیرفته شد توسط سازمان برنامه، توسط بانک مرکزی، علارغم مخالفتایی که وجود داشت. نرخ سپردی قانونی کاهش پیدا کرد، دیدیم که واقعا علم اقتصاد عمل میکنه. یعنی اگر که شما نرخ سپردی قانونی رو کاهش دادی، پایه پولی رو افزایش دادی، تورم به وجود میاد. چون بسیاری از افراد در کشور ما اقتصاد خوندن که به مقابله با علم اقتصاد برخیزند. من باید از حیثیت علم اقتصاد اینجا دفاع کنم. علم اقتصاد خوب پیش بینی میکنه. علم اقتصاد تونسته چند میلیارد نفر رو از فقر نجات بده. الانم یک عیدی میخواستم خدمت بینندگان عزیز اگر اجازه میفرمایید. چون من خب بالاخره ما اقتصاد خونده هستیم، اگر بخوایم عیدی هم بدیم یک ایده است که این رو به عنوان عیدی مطرح میکنم. یک سوال بزرگی در علم اقتصاد توسعه هست که آیا این توسعه تدریجی اتفاق میفته یا نه باید یک جهش بزرگ اتفاق بیفته. شهود این هست که بگیم که توسعه یک کشور به تدریج کم کم اتفاق میفته، اما واقعیت اینه که در ادبیات علم اقتصاد توسعه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که توسعه احتیاج به یک بیگ پوش داره. بیگ پوش یعنی جهش بزرگ. همه مردم باید ناگهان شروع کنن به تلاش کردن. دقت بفرمایید، این حتی یک لغتی رو به کار میبرن، اینداستریالیزیشن، صنعتی شدن. همین تولید، همین جهش تولید، همه با هم اگر تلاش کردن اقتصاد موفق خواهد شد. اگر همه تلاش حالا اگر تلاش کردن چه اتفاقی میفته؟ شما ببینید در عرض 20 سال 30 سال یک کشوری که اقتصاد مناسبی هم نداشته، اقتصاد پیشرفته هم نداشته، به سرعت میره به سمت اقتصادهای اول دنیا. مثال میذارم خدمت شما، همین قضیه بیگ پوش در کشور سنگاپور اتفاق افتاده، در کشور ژاپن اتفاق افتاد، بعد در کشور کره اتفاق افتاد، بعد در کشور چین اتفاق افتاد. جناب آقای دکتر پرویزی، حالا اخیراً باید مثال بزنیم، بگیم از بنگلادش. بله دقیقاً، بنگلادش بسیار موفق بوده. لبخند آقای دکتر مولوی خیلی معنا داره. اما به یک مسئله دقت بفرمایید، پیش بینی اقتصاددانان جهانی این بود که کاندید یا نامزد بعدی این بیگ پوش کشور ما باشه، ایران باشه. دو تا کشور، ایران و ترکیه، مخصوصا ایران. ایران و ترکیه از نظر شرایط جمعیتی بهترین شرایط جمعیتی در دنیا رو دارن، منتها ایران کمترین نسبت بدهی خارجی در دنیا رو داره. اینها رو وقتی شما رو هم بگذارید، بعد ببینید که ما از نظر سرمایه طبیعی به استرالیا نمیرسیم. نسبت به جمعیت در نظر بگیریم شاید به عربستان نرسیم، ولی چنان ما متنوع این سرمایه طبیعی که داریم، پس سرمایه انسانی داریم، سرمایه طبیعی داریم، جوانان مستعد داریم، چرا ما پیشرفت نمی‌کنیم؟ جناب آقای دکتر پرویزیان، به خاطر موانعی که بر سر راه این جوانان گذاشتیم. چند تا از این موانع رو برای ما شفاف بگو آقای دکتر. معمولا شما به زبانی شفاف صحبت می‌کنید. حتما خدمتتون عرض می‌کنم. فقط اینو عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه برسم به موانع، این کشورهایی که پیشرفت کردند، ما یک ترمی در اقتصاد به کار می‌بریم در زبان انگلیسی تحت عنوان لیپ فراگینگ. یعنی چی؟ یعنی جهش قورباغه‌ای. اگر خواستید پیشرفت کنید، همه با هم باید تصمیم بگیریم. ایرانی داخل کشور از هر جنایی که هستن، هر دین و عقیده و زبانی که دارن، حتی ایرانیان خارج از کشور، همه با هم کمک کنیم تا کشور بلند شه، کشور پرواز کنه. اما موانع چیست جناب آقای دکتر پرویزیان؟ مهمترینش، همونطور که آقای دکتر مولوی هم فرمودن، تایید کردن، ببینید مهمترینش که مجوزها هست. اجازه نمیدیم جوانان وارد اقتصاد بشوند. انواع و اقسام مجوزها رو گذاشتیم، بعضی وقتا پنهان هستن این مجوزها. مثلا دانشجویان پزشکی رو محدود کردیم که آموزش پزشکی ببینند. کسی که علاقه داشته باشه آموزش پزشکی ببینه، خیلی وقتا اگر پدر و مادرشون دستشون به دهنشون برسه و متمول باشن، میفرستن خارج از کشور درس بخونن. به اندازه کافی ما عرضه آموزش پزشکی در ایران نداریم. اما این فقط یک مثال بود. دقت میفرمایید، 2500 مجوز رو من نام بردم. اگر حتی مجوز هم بدهیم میرویم به خانه بعدی. خانه بعدی مشکل تأمین سرمایه هست.
مشکل بانک هاست. به جز بانک اجازه تأمین سرمایه نمیدیم. بازار سرمایه فعالی نداریم. حتی تا همین پارسال، تا سال 1199 ما اتفاقا نکات مثبت، قدم های ریز مثبتی داشتیم. در سال 1199 اجازه داده شده که شرکت ها اقدام به انتشار اوراق کنند. قبل از اون انقدر موانع بر سر انتشار اوراق مشارکت گذاشته بودند که اصلا امکان تأمین سرمایه بدین صورت توسط شرکت ها وجود نداشت. اما بجز تأمین سرمایه باید نظام بانکی ما اصلاح بشه، نظارت روی نظام بانکی ما انجام بشود. خانه بعدی متاسفانه تأمین اجتماعی و مالیات هستند که حتی اگر شما موفق بشید پیشرفت بکنید، اینجا مانع ورود ایجاد میکنند و نمیتوانیم شرکت ها رو رشد بدیم، بزرگ کنیم. من فکر می‌کنم که این مباحثی که شما گفتید خیلی مفصل‌تر، حالا ما تو برنامه چشم‌انداز وقت شما رو میشه بگیریم و با حضور بقیه کارشناسا اینها رو به ریز و به تفکیک راجبش صحبت بکنیم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر مولوی، آقای دکتر سعدوندی، روز در واقع شروع سال و تحویل سال و بالاخره همه کنار خانواده، اما به هر حال شبکه ایران کالا تصمیم گرفت این ابتکار رو داشته باشه و مدیریتش اینگونه تصمیم گرفت که شروع سال و مراسم تحویل سال نو با حضور اقتصاددانا برگزار بشه. برای اولین بار این بود. امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. بسیار زحمت کشیدید. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. هم شما آقای دکتر سعدوندی، هم شما آقای دکتر مولوی.